seen it before. And it looks like that. حتی دل به استرس داره و تاش تو کشیدی که برابر بشه با 27 سال جدایی سال دوم رو بیشتر کردی. در واقع سخت است سال. تأکید در امضای توافق نامه صلح آمریکا و طالبان در قطر رد نزدیک به 4000 شکایت استیناسی از سوی کمیسیون شکایت های آغاز زود هنگام سرمایه گذاری بازرگانان روسی در کشور پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی پشتیبانی از رسانهها و تخصیص 9 میلیون دلار برای جلوگیری از ویروس کرونا توسط من محمد عید مسئولی هستم با بشرا خبر امضای توافقنامه صلح در قطر به دلیل پیشنهاد امریکا برای کاهش دائمی خشونتها به تأخیر افتاده است منابع نزدیک به طالبان میگویند که نمایندگان امریکا و طالبان در حال رأیزنی اند تا توافقنامه صلح در ماه آینده میلادی به امضا برسند بسوی هم برخی از فعالان جامعه مدنی میگویند اختلافهای در حکومتی سرنوشت صلح را بحرانزا خواهد کرد پیشنهاد در حضور کاهش و خشونتها سوی طالبان به نمایندگان آمریکا اما این پیام حالا وابستگی را در میان زمامداران افغانستان ایجاد کرده است یکی از کف ریاستجمهوری بر انجام آتشبس تاکید دارد و دیگری از کف سپیدار بر کاهش و خشونتها اما با این اختلاف های درون حکومتی وضعیت سرنوشت صلح افغانستان کجا می انجامد با قول اونتخابهای جنگی در افغانستان اون که فاجعه جنگ و رسیده به جنگ در افغانستان درد نکنه این رو بخاطر امتیان خودشان بخودشان تا فاجعه رسانی بزرگ که در افغانستان اتفاق پذیره تنظیمی ها در مورد تنبیتین صلح تنها به کابل خلاصه نمی شود چندیزی است که در دفعه گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان برای توافق صلح جریان دارد طالبان بر کاهش خشونتها به دنیای محدود پافشاری دارند اما نمایندگان امریکا بر افزایشند فقط اتحاد جدید امریکا که کاهش خشونتها شما به صورت دائمی بپذیرد نه به خاطر خاصصورت در سوی دیگر نیروهای امنیتی عملیاتها را از بر فشار قرار دادن طالبان در میدانهای نبرد در ولایتهای گوناگون شدت بخشیدند تا شاید بتوانند این گروه را وادار به میز گفتگو سازند برای دشمن اصلی مردم افغانستان هستیم بلحاظ این مسئولیت نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان مقابل دیکتاتور صبح بر اساس یک برنامه منظم نظامی اجرا کنند و در مقابل اونها مبارزه برگزار افزونبرین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان پیش از سفرش به تهران با وانگزو سفیر چین در افغانستان در مورد صلح افغانستان گفتگو نموده است گفته می شود بادامچی امامات قرار است در سفر دو روزهاش به تهران با مقامهای ایرانی در مورد افغانستان دیدار و گفتگو نماید کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی می گوید که نزدیک به 4000 شکایت استیناسی به دلیل تکرار بودن شکایت ها رد خواهد شد به حال تاکید می کند که بررسی های آنها نشان می دهد که فیصله هایشان در نتیجه انتخابات تاثیر گذار خواهد بود پس از آغاز دستبندی شکایت های استیناسی از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی این نهاد می گوید از میان 26000 شکایت استیناسی نزدیک به 4000 رد خواهد شد Ну, это было бы. Смотри, это было бы.
آقای اعتمادی تحکید می کرد که در رسله های نخستین این نهاد نشان می دهد که رسیدگی به شکایت ها در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تاثیری نخواهد گذاشت. رسال شکایت را به طریق تحکید خارج روزنامه را اتفاق کنید تدافر شکایت اما نهادهای ناظر از نبود هماهنگی میان اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی ادعاز نگرانی کرده و تاکید میکنند که این کار در مورد روند رسیدگی به شکایتهای استنافی تاثیر منفی گذاشته است و نظیر کارکنکتن فدرال نمیتونه مورد وقت نتیجه شکایت به استنافی قبول بدهد این در حالی است که با گذشت چهار ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نتیجه نهایی این انتخابات به هنوز اعلام نشده است. مسئولان محلی ولایت غزنی از سقوط یک هواپیمای مسافربری خبر میدهند. دفتر رسانه‌های ولایت با نشر خبرنمایی گذاشته است که این هواپیما نزدیک ساعت یک پس از چهارشنبه در ولسوالی دهیک این ولایت در حاکمیت طالبان است سقوط کرده است. تماس تلفات برخواسته از آن چیزی گفته نشد. از طرف حال آرد رحمانی نماینده مردم ولایت غزنی در مجلس نمایندگان جان باختن 15 تن را به بریدار تایید کرده است. افغانستان 35مین کشور جهان است که امروز به گونه رسمی به ائتلاف جهانی پشتیبانی از رسانه ها پیوست. معاون دوم رئیس جمهور میگوید هنوز هم مشکلات جدی در دسترسی به اطلاعات وجود دارد و در روند گفتگوهای صلح نیز آزادی بیان حتی صلح حکومت است. پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی پشتیبانی از رسانه ها و دسترسی نداشتن به اطلاعات هنوز کمک رسید که حتی پلتفرمهای بلافتن حکومت افغانستان نظرگی سخن میزند. معاون دوم رئیس جمهوری مشکلات مالی رسانه ها و امنی و رعایت نشدن حقوق کارمندان رسانه ها را چالش دیگر بر سازمان کار رسانه در افغانستان دانسته و نسبت به روند گفتگوهای رسانه رسانی طلب کرد که صلح است. حکومت افغانستان 35مین کشور جهان است که قوانین ائتلاف میتواند و این ائتلاف سال گذشته اجرا شده است. ائتلاف جهانی حمایت از رسانهها و اعطای دولتهای بریتانیا و کانادا اجرا شده و کشورهایی که به این ائتلاف میتوانند مخالف است که از آزادی بیان کشورهایند. اداره حفاظت از محیط زیست میگوید در مدت 27 روز 70% آلودگی هوا را در شهر کابل کاهش دادند. اتحاد تاکید میکند که در پیوند آلودگی هوا ده تن از متخلفان را بازداشت کرده و به زودی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکند. در این حال شهرداری کابل از ایجاد مارکینگها در بدل جمع آوری غرفهها از روی جادههای پایتخت خبر میدهد. آلودگی هوای پایتخت منزل چالش برانگیز در زمستان امسال. اداره حفاظت از محیط زیست شهرداری کابل و وزارت داخله اینجا که آمدن تا نتایج کارکردهای یک ماه سال را در مورد کاهش آلودگی هوای کابل گزارش دهند. رئیس اداره محیط زیست میگوید در مدت 27 روز 416 منابع آلوده کننده هوا را در پایتخت شناسایی و از این میان 136 منبع آلوده کننده را بسته کردند. 132 منبع اصلاح سیستم شده، از 22 منبع آلوده کننده هوا تعهد به اصلاح سیستم کردند و 398 وسایل نقلیه را نیز متوقف شده است. اداره محیط زیست میگوید قرار است ده ها تن متخلف محیط زیست به نهادهای عدلی و قضایی نصبی شود. ده ها مالک بلند منزلها، حمامها، صفاخانهها، وسایل اصناف قرار است که پس از در محل پروسیجرهای قانون قانونی و دستگاه عدلی و قضایی معرفی شوند.
در همین حال شهرداری کابل وجود غرفه‌های روی جاده‌های پایتخت را نگران کننده دانستند و ترتیب می‌بینند که اینها در حال ایجاد مارکت‌ها برای انتقال این غرفه‌ها می‌باشند. این در حال است که مسئولان انگلیسی میگویند پس از مهلت تعیین شده قابل تلفن آلودگی هوا بر بنیاد قانون بر فرضی جدی میشود. در حال انجام می شود که پایتخت میزبان همواره از آلودگی محیط زیست شکایت داشته و میگویند کارهای این نهادها کوتاه‌مدت بوده و برنامه برای از بین بردن آلودگی هوا در درازمدت وجود ندارد. فرمانده پلیس کابل میگوید که حسی به کوهای مرکز دکانداران شهر کابل را تهدید و باجگیری کرده است. در این حال وزارت امور داخله میگوید این فرد در پنجشیر است و در پیوند به بازداشت بوده شدن وی سرپرست فرماندهی پلیس ولایت را برکنار کرده است. اما حسی به کوهای مرکز باجگیری از دکانداران را رد نموده و بار دیگر هشدار میدهد که هیچ نیروی توان بازداشت وی را ندارد. سرشاه رسولی گزارش داد. کم و بیش 6 ماه پیش پلیس برای بازداشت کسی به طور مرکز که متهم به زورگویی و باجگیری است اقدام کرد. تلاشی که ناکام ماند و این فرد متهم موفق به فرار به ولایت پنجشیر شد. وزارت امور داخله در بیان به این موضوع دیگه سرپرست فرماندهی پلیس ولایت پنجشیر را برکنار کرد تا عامل امنیت فرماندهی پلیس این ولایت را به جای او گماشت. رابطه شهر امنیت منطقه رئیس سرپرست گماشته شده مابل نامدستور که هر چیزی کرد پلیس سر به تصدیق کنه و پنجشیر خواستان حسیب قوه مرکز در داستانی نوار بیداری که در صفحه فیسبوکش نشر کردن اتفاق بازگیری از دکانداران را رد کرده و هشدار میدهد که هیچ نیروی توان گرفتاری و ایران ندارد. با اون پنجشیری که بعد از پای ما دست زدن کنند اون پنجشیری که دیستان جواب و بهم ندادن بزدری که ندارد از پیش وزیر داخله و پیش از جان تا پیش نتا نگرد از بگر من از دیگر میگرم یرمان هم پتر پتر تلار و پگر ببرد یرمان هم اگر با گوز ببری باز اگر این مسئله شد با ما که بعد از پنج کنم را والا پتر باز اگر پتر کمان رو دارد گوز نگاه شد پیش خود با اون کنید. در نواحی دیگری که در صفات اجتماعی دست جلس می شوند دیده می شود که اصیب خود مرکز گاهگاهی در ولایت فرسی تمرینات دفاعی را می دست می دهد. این در حالی است که دیروز شماری از دکانداران با مسکت شهر کابل در اعتراض یزید و پوی مرکز را به باجگیری از آنان متهم کردند. رئیس ستاد ارتش میگوید در عملیاتهایی که از سوی قوتهای امنیتی کشور راه انداخته میشود جلوگیری از تلفات افراد ملکی از اولویتهای آنان است. در این حال رئیس شورای ولایتی حرات تلفات افراد ملکی را پذیرفتنی ندانستم و از مسئولان امنیتی میخواهد تا با جدیت بیشتر از آسیب رساندن به افراد ملکی جلوگیری کنند. اعضای خانواده در قندهار مدعی‌اند که دختر و پدر این خانواده از سوی نیروهای ارتش ملی کشته شدند. آنان از تقاطهای امنی و قضایی عدالت میخواهند. خانواده میگویند
که سه روز پیش این نیروها در رسوانی شاه وحکت دختر ده سالهشان را با شلیک گلو دست بی برد و زمانی که پدرش برای اعتراض جسد وی را در پیش قرارگاه آنان برده است این افراد پدر وی را پیش از بی برد و یک تن دیگر را زخمی کردند بزودی سرمایه گذاران روسی سرمایه گذاری هایشان را در افغانستان آغاز میکنند. اعضای بخش خصوصی میگویند شماری از سرمایه گذاران روسی که اکنون در کابل به سر میبرند تلاش میورزند تا افزون بر افزایش داد و ستد بازرگانی و ترانزیتی میارد و بیشتر در وسع معادت و کشاورزی نیز سرمایه گذاری هایشان را آغاز کنند. برای نخستین بار سرمایه گذاران روسی به همکاری این نهاد آسیا افغانستان علاقمند شدند که در بخش استخراج مواد مبادکشتاورزی در افغانستان سرمایه گذارهای مشترک را با سرمایه گذاران هم انجام دهند از همین سبب پس از ایران هند و قزاقستان روسیه چهارمین کشوری است که علاقمند سرمایه گذاری در این بخشها در افغانستان میباشد وی علاقه بمیدونه که مزید معدن او خصوصاً به قانونی که جلوه که آقا مدنی هم که آقا مسئول و مفضل با فرصدهای بانکی سرمایه گذاری در بخشهای کنگون افغانستان این بزنه تلاش میرسد تا کشتاورهای همسایه را برای سرمایه گذاری در کشور تشویق نماید و استمرارهای بیشتر را برای بازرگان افغان در کشورهای آسیا میان فراهم سازد آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان و مملکت متحده عرب ترکیه از سمت کشورهایی هستند که در حال حاضر همان آغاز سرمایه‌گذاری‌های مشترک با حکومت افغانستان هستند. اما نبود زیرساخت‌های مهم اقتصادی مانند برق، زمین و فرش نانی‌ها از سلسله بهبود می‌شود که رقابت سرمایه‌گذاری‌ها را کشور مختل کرده است. با گذشت 18 سال هنوز هم کشاورزان از وام‌های بانکی آگاهی ندارند. شماری از کشاورزان می‌گویند در برخی از روستاهای کشور تنها نام وام‌های کشاورزی را شنیدند، اما این وام در دسترس آنان قرار نگرفته و برای کشاورزان در این مورد هیچ آگاهی دادن نشده است. از سوی هم وزارت زراعت از اختصاص 1.5 میلیارد افغانی وام برای 6000 کشاورز در سال جاری خبر بانک وزارت زراعت همواره اعلام کرده که برای رشد کاربرد کشاورزان زمینه دریافت وام‌های بانکی را فراهم کرده است، اما با گذشت چندین سال تا اکنون کشاورزان از این وام‌های بانکی بهره‌مند نشدهاند. شماری از کشاورزان می‌گویند آنان تنها نام وام کشاورزی را در پادکست شنیدند و تا اکنون از سوی حکومت هیچگونه آگاهی دیگه در این مورد به آنان داده نشده است. تغییر در نام‌هایی که از این دسترس خصوصا در عرصه تجارت زراعت باید در آگاهی عامه داده شود برای مردم تا دهقان ما از سوی باخبر شود و دهقان از شما میفهمه که کسی که دسترسی به اطلاعات و به اطلاع نداره در این حال مسئولان اتاق زراعت میگویند هرچند در حال حاضر دسترسی کشاورزان به وام‌های بانکی از نیازمندی‌های جدی در زمینه رشد کشاورزی دانسته میشود اما پیچیده بودن روند دریافت وام‌های کشاورزی سبب شده که کشاورزان نتوانند از وام‌های کشاورزی استفاده کنند حدود 11 میلیارد افغانی در بیش از 4000 هکتار ملکیت داده وزارت ها از صورت قضای مصرف ساختن در عین زمان قرار است در سال 2020 بیش از 11 میلیارد افغانی در تنظیم کشور بده
بیش از 60,000 کیلوگرم قبضه داشته. این در حالی است که کشاورزان هم از طرابت نیت استفاده با آفاتبی پاسیبهای بسیار متحمل میشوند. اما نوی وامل بانکی و کشاورزی برای کشاورزان سبب شد تا آنان نتوانند کاروبار کشاورزیشان را تحت اثر قرار دهند. اکنون هم نرخ است آرههای دیگر برابر پول در حالی که آمار مبتلایان و تلفات ناشی از ویروس مرگبار کرونا در چین رو به افزایش است، حکومت آن کشور 9 میلیون دلار را برای مقابله با این ویروس تخصیص داده است. به گزارش خبرگزاری بریتانیا، وزارت مالیه چین امروز اعلام کرد که از این مقدار پول برای تحقیق روی واکسین رسیدگی به بیماران و افراد قرنطینه شده استفاده خواهد شد. با این حال آمار تلفات ناشی از شیوع ویروس مرگبار کرونا در چین امروز به 81 تن رسیده است. نزدیک به 3000 تن به این ویروس مبتلا شدند. یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی تاسپین ایران که از تهران به مقصد ماهشهر حرکت کرده بود در زمان فرود در فرودگاه ماهشهر به دلیل نقص فنی از بام خارج شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این هواپیما از محوطه فرودگاه خارج شده و در حدود بیرون از محدوده فرودگاه متوقف شده است. نوارهای دیداری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند نشان می‌دهند که مسافران این هواپیما از درهای خروجی آن در حال تخلیه هواپیما هستند. تا اکنون درباره تلفات احتمالی این رویداد گزارش منتشر نشده است. و در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهر ناصریه عراق دست کم 2 معترض کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز دور تازه را پیمایی ها در شهر ناصریه در اعتراض به سیاست های حکومت آن کشور که از پشتیبانی ایران برخوردار است آهنگذاری شده است. در درگیری های امروز نزدیک به 75 معترض دیگر نیز زخمی شدند. مقام های بهداشت آن کشور گفتند که مسئولیت شماری از زخمیان وخیم است. ممنون که با ما همراه هستید. شب روزتان خوش.